یکی از وعده های پزشکیان در آستانه بازگشایی دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید برگردوندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه ها بود. تو همین رابطه گفتگویی داشتیم با عارف نوری تا نظرش رو در این باره بشنویم. بله، من همین خبرها رو شنیدم. سال تحصیلی جدید برای هر دانشجو شروع جدیدی در مسیر دانشپژوهی و البته آزادی خواهیه. جا داره از نظر جنبش دانشجویی ببینیم سال تحصیلی جدید چه وظایفی رو برای دانشجوها و جنبش دانشجویی به دنبال داره. سال تحصیلی جدید از یه طرف به دانشجوها فرصت‌های بیشتری برای ایستادگی و مقاومت میده و از طرف دیگه در شرایطی است که با چالش‌های متعددی روبرو هستن. پزشکیان مدعی هستش که میخواد تغییراتی رو در دانشگاه‌ها و دانشجویان ایجاد کنه و از جمله اینکه حرف‌های دانشجو باید شنیده شه، محروم از تحصیل‌ها و دانشجویان و اساتید اخراجی باید به دانشگاه برگردن و حول این هم انبوهی از تبلیغات شده. اما این روزها همه شاهد هستیم که بادکنک ادعای پزشکیان ترکیده و سال تحصیلی جدید هم شروع شد و خبری از این وعده ها نیست. در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اینطوری پخش شده که گویی تمام دانشجوهای محروم از تحصیل به سر کلاس ها برگشتن، در حالی که این اخبار بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و نمایشی هستن و در عمل تعداد بسیاری از دانشجویان همچنان از تحصیل محروم هستن. وزیر علوم دولت پزشکیان هم در این روال لغو این احکام از خودش سلب مسئولیت کرده و گفته اگر دانشجویان شکایت کنند، شکایت اونها اول از دانشگاه ها بررسی میشه و اگر به نتیجه نرسه به وزارت علوم ارجاع داده میشه. در واقع وزیر علوم هیچ قولی برای بازگشت دانشجوها نداده و فقط بررسی پرونده رو پذیرفته. بنابراین میبینیم که وعده های پزشکیان خیلی زود پوشالی بودنش روشن شد. بله، در ادامه نظر عارف رو در مورد وظیفه دانشجویان میهنمون در این شرایط پرسیدیم. دانشجویان محروم و اخراج شده و سایر دانشجو حق دارن برای بازگشت به تحصیل خودشون تحسن کنن، تجمع کنن، اعتراض کنن و هرچه بیشتر ایستادگی کنن. این واقعیته که فعالین و دانشجویان آزادیخواه دانشگاه ها میتونن این رو به یک جنبش سراسری تبدیل کنن و اعتراضات خودشون رو حول این خواسته به حق شکل بدن.